شیعیان و هزارها در افغانستان تحت سلطه طالبان با شدیدترین محدودیت ها و فشارها مواجه هستند. بر اساس گزارش ها، تا سه سال اخیر و پس از حاکمیت دوباره طالبان، شیعیان و هزارها از کوچه اجباری گرفته تا کشدار دست جمعی و سیستماتیک از سوی طالبان و دیگر گروه های تروریستی قرار گرفتند. همکارم در گزارش خود این موضوع را مورد بررسی قرار داده که با هم میبینیم. شیعیان هزاره که یکی از چهار گروه جمعیتی بزرگ افغانستان محسوب می شوند سالیان اخیر بیش از هر زمانی از سوی حاکمان و گروه های تروریستی مورد ستم و کشتار سیستماتیک قرار گرفتند بر اساس روایت های تاریخی بیش از 62 درصد از جمعیت هزاره ها در دوران عبدالرحمن خان پادشاه سابق افغانستان قتل عام شدند از آن زمان که بیش از 100 سال می‌گذرد، هزارها و شیعیان این کشور در دوره های مختلف به دلیل هویت قومی و مذهبیشان مورد ظلم و ستم قرار گرفتند. با سلطه طالبان در اولین بار در سال 1995 میلادی شیعیان هزاره در چندین شهر از جمله دایکندی و بلخ مورد قتل عام قرار گرفتند. همزمان با سلطه دوباره طالبان در سال 2021 شیعیان هزاره یک بار دیگر با انواع فشار و حتی نسل کشی روبرو هستند. گروه های سنی تندروی داعش دهها حمله خونین علیه شیعیان هزاره در کابل و چندین استان دیگر افغانستان انجام دادند. علاوه بر حملات خونین گروه داعش علیه شیعیان و هزارها بیشترین محدودیت ها و فشار از سوی گروه طالبان نیز علیه این گروه قومی و مذهبی اعمال شده است طی سه سال اخیر صدها خانواده شیعیان هزاره از مناطق بومی خود مجبور به کوچه اجباری گردیده و در چندین مورد هم کوچی های پشتون با حمایت مستقیم طالبان زمین و خانه های آنان را غصب نمودند گروه طالبان طی سه سال اخیر از جمله در ماه محرم امسال شدیدترین محدودیت ها را علیه مراسم آشورای حسینی در افغانستان وضع کردند همچنین کتاب های مربوط به فقه جعفری که پیش از این در مدارس و دانشگاه ها تدریس می گردید از سوی طالبان حذف و از کتابخانه ها جمع آوری گردید است در اقدام اخیر هفته گذشته گروه طالبان در گذرگاه مرزی اسلام قلعه در استان هرات شروع به مصادره اقلام مذهبی و کتب مذهبی شیعیان زائر بازگشته از کربلا کردند منابعی گفتند که طالبان در مرز اسلام قلعه چمدانهای زائران را به طور کامل بازرسی کرده و کتب مذهبی و کتب دعا را مصادره و از ورود آنها به افغانستان جلوگیری کردند از سوی دیگر رویداد اخیر در استان دایکندی که در طی آن چهارده نفر از شیعیان هزاره به شهادت رسیدند بار دیگر موجی از نگرانی ها و واکنش های داخلی و بین المللی را برانگیخته است خانواده شهدا و فعالان مدنی میگویند وقوع این چنین رویدادهای خونین تحت حاکمیت طالبان نشان دهنده این است که این گروه هیچ گونه توجهی در قبال تأمین امنیت هزاره ها ندارد هرچند گروه های سنی تندروی داعش مسئولیت این حمله را بر عهده گرفتند اما برخی منابع گفتند که مهاجمان خود را از اعضای طالبان معرفی کرده بودند گفتنی است این رویداد با واکنش‌های جهانی مواجه شده و به شدت محکوم گردید.